کشور مغولستان یه سوپر استاری داره که باورتون نمیشه اصلا کیه. به نام هاکوو، یکی از بهترین سومو رسلرها و کشتیگیرهای سنتی ژاپن از کشور مغولستانه. یه کشوری که فایترهای زیادی به دنیا داده، کشتیگیرهای خوبی هم داره، خیلی هاشون هم کشتیگیری با ایران گرفتن. کشور قدیمیه دیگه به هر حال مغولستان. و در اونجا یک فایتری هست به نام هاکوو، اینم پرچم مغولستان. امروز میخوایم یه ذره در مورد هاکوو صحبت بکنیم که کی هست و چی کار است و چند تا از فایتاشو براتون بذاریم. همین چهره که مشاهده میکنید، هاکوو، یک فایتر واقعی، یک MMA، ببخشید، یک انقدر در مورد MMA ما تو این کار رو گفتیم، یک سومو رسلر عالی، یک سومو رسلر عالی، یعنی کشتیگیر ژاپنی عالی. کشتی سنتی ژاپن رو ما بهش میگیم سومو. کشتی سومو که ببینید تمریناشو اینجا داریم مشاهده میکنید، با اینکه خیلی چاقن ولی چغرن، چغرایی که خیلی هم اجیلیتیشون بالاست، خیلی به اصطلاح واقعا بدن واقعی اینا، هم سرعت بالا دارن، هم انعطاف بالا دارن، هم قدرت زیاد، به علت اینکه اینا باید همدیگه رو فقط از اون تشک بندازن بیرون یا بزنن زمین. تایم هم به اون صورت نداره، سرعت بالا میخواد، در یه لحظه بتونی این کار رو انجام بدی و هوش زیاد، حتی با ضربه های بعضی وقتا میتونن هم ناک اوت کنن. تمرینات سنگین داره، سنگین وزنن، تمریناشون خیلی گرپیه، به هم میچسبن، شورتاشون رو میتونن بگیرن، شورتاشون جنس خاصی داره که میتونن بگیرن بلند بکنن. اینجا تمرین رو داریم مشاهده میکنیم که با یه لایه نازک، فرش هم نیستین دیگه، واقعا گبس نازک نازک روم دارن تمرین میکنن، زیرش هم سنگ سفت. تمرینی هم که انجام میدن به خاطر اینکه شبیه سازی بشه برای مسابقاتش که جلوتر میذاریم، با ما همراه باشید. مسابقاتشون هم توی زمین خاصی، ببینید چقدر وحشتناک، با وزن خودش و وزن حریف با سرعتی که میاد با شتاب میخوره به زمین. نمک هم میپاشن، یه قوانین خاصی داره، یه رسوم خاصی داره، سنتش قشنگه، برگزار میشه. انقدر ما خواستین بذارید ما براتون گذاشتیم، چون مبارزات دیگه‌اش رو هم گذاشتیم براتون. سوپر استارشون هاکوو، جزو 4 تا برتر خارجی به غیر از ژاپنی ان که یوکوزونا شدن. یوکوزونا یعنی بهترین کشتیگیرای سومو رسلر ژاپن. این چهره که میبینید خیلی صاف و صوف هم هست، بدون خش، ترتمیز، ولی کشتیگیر عالی. اینو میدونین که کلا سیستمشون هم میذاره فهم، همون اول که حریفش بخواد بهش حمله کنه یه جا خالی داره فقط. فکر کن این همه ماه تمرین جمعیت اومده ببینیم مسابقه رو، یه جا خالی فقط ریس، با این جا خالی حریفش پرت شد بیرون، مبارزه رو برنده شد. ولی این جا خالی دادن هم تکنیک داره. الان تکنیک شو ببینید، دستش میره جلو صورت حریف، اینجوری آماده میکنه که میخواد بزنه، یه جا خالی میده میزنه پشت حریف. خداحافظ. دوستمون رفت مترو شهری، از اینجا زدش تا کجا؟ دوباره مشاهده کنید اینجا صحنه رو. تا اومد بزنه دستوی لثه آورد جلو صورتش، یه ضربه زد پرت کرد، چون شاخ به شاخ به هم میخورن، انگار دو تا اتوبوس به هم خوردن. محکم، ضربای محکم. باز دوباره هاکوو رو مشاهده میکنید، موهاشون رو میدونید که قبل از مبارزه قشنگ آرایشگرا میان ترتمیز میبندن، خیلی مدل خاصی باید بسته بشه، سنت رو باید قشنگ به جا بیارن، وقتی برنده میشن خوشحالی نباید بکنن. تماشاگرها دقیقاً دور زمین میشینن، یه حلقه هست هر کی بتونه بندازه بیرون حریفو یا بزنه زمین. اینجا مبارزه بعدیشو نگاه کنه، قرص و محکم چسبیده به زمین، این دفعه جا خالی نمیده. ببین همون اول یه ضربه محکم و زد به صورت حریف، دیگه داره هول میده، قدرت بدنی بالا، پای محکم، یه چکم زد صورتش، نمیدونم دیدین یا نه، دو تا چک دیگه هم زد، حریفو قل داد بیرون تمام. اینم مبارزه بعدیش، صورت حریف خونی شده، چکی که زد دماغش ترکید، ببین اصلا خونا رو خودش هم پاشیده شده. قیافه ورزشی ذره استایلاشون مامانی میخوره به اصطلاح بعضیا میگن، دو پولاکیان، ولی واقعا خشن و قدرتمندن، فایترهای خیلی خوبی هن، قدرت خیلی بالایی دارن، رسم و رسوم جالبی، لباسای داورا، افرادی که کلن میشینن، قاضیاشون، جایزهایی که میگیرن خیلی متفاوته. ببین چکار اینجا نشون میده، هول میده، هول میده، اینجا که هول داد یه چک میزنه، یه چک دیگه، یه چک دیگه، بعد دوباره شروع میکنه هول دادن، یه ذره تعادل حریف که به هم میریزه، توی غافلگیری حریفو میندازه بیرون. تماشاگر رو من نمیدونم چه میگه، فکر کنم بیشتر تماشاگر آسیب میبینن، انقدر دور زمینن، وزن مثلا 120 کیلو 130 کیلو با اون سرعت میاد تو سرشون، خیلی هم علاقه دارن دور بشینن، نزدیک نزدیک مثلا خیلی بعد پارتی داشته باشی و این کاره باشی بتونی اون دور بشینی. خیلی قدیمی، رسم و رسوم خاص خودشو داره، گلچین مبارزاتشو داریم براتون میذاریم. هاکوو اینجا یه فایتر دیگه اومده که چلنجرشه، که
آکو رو شکست بده. آکو چندین بار قهرمان این مبارزات شده، به عنوان شخصی هستش که پشت سر هم تونسته پیروزی داشته باشه بدون باخت. و خیلی جالبه که همین الان که داریم ضبط میکنیم، همین امروز خداحافظی کرد دوران حرفه‌ای. اینجا باز اومد جا خالی بده، حریفش ترمز میخ زد ولی موفق نشد دیگه خارج بشه از اون صحنه مبارزه. اینجا راحت آوردش بیرون. دیدین چیکار کرد؟ اینجا اومد پاس جاخالی رو بده، جاخالی نکنه، اومد اول مبارزه دست آورد جلو، یه دست اینجوری زد جاخالی رو داد، حریف با اون وزن زیاد یه میخ ترمز کرد ولی نشد. ببین یه دست میره جلو، حریف اومد با کله بزنه رفت اینجا ترمز، تازه فهمید داستان چیه. نگاه کنید دست یه دست زد جلو، اومد جاخالی رو داد، حریف با سرعت تازه فهمید چی شده، اینجا شروع کرد دوباره ضربه زدن. خیلی تکنیک داره، ضربه ها رو شروع میکنه زدن، اولش دست میزنه که حریف اینجوری کنه بعد ضربه رو بزنه. گرفت گرپش کرد قشنگ آورد حریف رو بیرون از زمین. اینجا یه استوب میکنه، ببینید قشنگ دستش رو جمع جور میکنه شورتو، خیلی ریلکس هم بیارتش بیرون، نرم گذاشت بچه رو بیرون، یه دونم میزنه روش زیلش. باهوش کار کرد واقعا، جاخالی باهوش شد. برای همین هر کی باش مبارزه میکنه اول نمیاد میخ بیاد صدشو بذاره بره جلو، چون میدونه که اگه صد بذاری او ممکنه جاخالی بده. برای همین هم حریفش باید مواظب باشه که سرعت نداشته باشه، هم سرعت کم نداشته باشه که بتونه بزنه. اینجا ببینید باز دوباره محکم اومد حریفش ضربه بزنه، با اینجای دست زد ناکاوتش کرد. الان تو صحنه ببینید حریفو نگاه، ناکاوت شده، اصلا نمیتونه تکون بخوره. با سایدش محکم زد، ساید و بازوش محکم زد به صورت حریف، یعنی شاخ به شاخ محکم به صورت حریف زد و ناکاوت کرد. حریفش اصلا نمیتونه وایسه، سکندری داره میخوره و پیروز میشه هاکوو از مغولستان. ببینید خوشحالی هم نباید بکنن زیاد، خیلی ریلکس. ببینید صحنه رو، پاق، چقدر زیبا ناکاوت کرد، یه ضربه هم زد انداختی زمین، شاخ به شاخ محکم. دوباره ببینید با دست راست پاق اینجا میزنه به سر حریف، همون رو ناکاوت میشه میاد تو زمین. تو یو اف سی هم بود جزء سریع ترین ناکاوت ها بود، یعنی از ماسویدال هم فکر کنم سرعتش بیشتر بود، اون 5 ثانیه بود این 1 ثانیه، تا شروع شد و زد و خدا نگهدار. حریف رفت دنیای دیگه و هاکو برنده این کشتی میشه. سومو رستلر یه دنیایی دارن برای خودشون، سومو رستلر خیلی باحالن و تمرینات سنگینی هم دارن. هاکو یوکوزونای قوی ژاپن، قدرتمند، یه مکتبی دارن برای خودشون، تیماشون همه با هم میان، همه گنده، همه بدنا ولی آماده ها، یعنی اصلا اونطوری نیستش که فکر کنیم بدنا آماده نیست، بدنا آماده، سرعت، قدرت، استقامت، هماهنگی، عصب‌عضله. فایتای دیگه شو میبینید، قل میده حریفو، میبینید چقدر قشنگ میندازه بیرون حریفای مختلفا، میپیچونه میندازه اینور سر زیر بغل میزنه، میزنه به کتف حریف، فن کمر، همه چون فنی میزنه، پرت میکنه حریفو بیرون، یا خیلی آرام میاره در خاک. ببینید جاخالیای قشنگی که میده، خالی که میکنه حریفو میزنه زمین، به راحتی حریفو پرت میکنه بیرون. ببینید لنگ اینجا قشنگ لنگ زد بهش، باز دوباره پرت کردنشو میبینید و چقدر قشنگ میتابونه حریفو میاره در خاک. ببین چقدر قشنگ پرت میکنه تو جمعیت، بابا این جمعیت اینا هم باید آماده باشن، مثل اینکه این گوشه میشینن، من نمیدونم چه جرأتی دارن. باز لنگ زیبا میزنه حریفو پرت میکنه بیرون، باز یه لنگ دیگه، چقدر خوشگل میزنه، چقدر خوشگل، بدل زن هم هست اینجا، قشنگ بچه رو میاره بیرون میذاره میره. یه لنگ دیگه، زیبا کار میکنه هاکو، هاکو واقعا زیبا کار میکنه، فنی کار میکنه. ببین اینجا حریفش اومد لنگ بزنه که اجازه نداد و پرت کرد حریفو بیرون. باز اینجا سرشاخ ضربه رو میزنه، چقدر سرعت رو ببینید، سرعت رو نگاه کنید شما، سرعت این دو نفر رو، واقعا سرعتشون بالاست، دمشون گرم با این بدن و قهرمانی های پیاپی که هاکو کسب میکنه در مقابل حریف های دیگه قرار میگیره. این حریفش خیلی حریف فنی بود، خیلی فنی بود، اومده بود که هاکو رو شکست بده، جز مبارزات سخت هاکو بوده. میگن حالا شبیه هم نیستن، ولی واقعا من احساس میکنم شبیه همن. حالا مبارزه ادامه پیدا میکنه در وسط زمین، هم دیگر رو ببینید چجوری دارن میزنه، دست رو میکنه داخل کتف، شورت محکم رو میگیره، شورت ها رو که میگیره اصلا باید بلند کنه، ولی قرص و محکم جفتشون مثل آهن چسبیدن به هم. مبارزه صدم ثانیه است، یه تکون اضافه بخورن
پرت میکنن همدیگر رو بیرون میکنن زمین، چه وایسیدن فکر دارن میکنن که چه کاری رو انجام بدن، چه فنی رو به حریف بزنن. پا رو ببینید، قرص محکم اینجا بخواد لنگو نشون بده نمیزنه، دستو میخواد بکنه داخل کتف که اون یکی هم محکم گرفته. ببینید دستو چقدر داره عوض میشه. این مبارزه سختی بود، مسابقه سخت و آکوا بود. میبره که حریفو بندازه بیرون، همونو با یه چرخش هاکو حریفشو پرت میکنه بیرون. حریفش این زورش بیشتر بود، داشت قول میداد بندازتش بیرون، یه چرخش یه لنگ، یه نیم چلنگ نشون داد، پرتش کرد بیرون و تماشاگرای همیشه آماده و همیشه در صحنه که نمیدونم چجوری له نمیشن واقعا، بعد پرس چن اینا در مقابل این یوکوزونهای سنگین. و از خب خیلی علاقه دارن که این کشتی ها رو ببینن. اینا رو که ما داریم پشت سر هم براتون میذاریم، کلی مدت طول کشیده که افراد بتونن بیان مبارزه رو تماشا کنن. ما سری داریم پشت سر هم میبینیم. هر کدوم از اینا داستان ها داشته پشتش و مبارزات سنگینی بوده که انجام میدادن این کشتی گیرای حرفه‌ای. دوستان این مدل کشتی خیلی خیلی محبوبه در ژاپن و خیلی هنوز هم طرفدار داره. عرض کردم خدمتون هاکو 31 سپتامبر 2021 خداحافظی کرد، یعنی در این چند روز پیش از دنیای حرفه‌ای خداحافظی کرد در سن 40 سالگی. همه رو درو کرده بود در سومو ژاپن و میتونیم بگیم که فایتر بسیار شیشتونگ و حرفه‌ای بوده سومو، در سومو رسلر. اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد، این مدل تمرینا و این مدل برنامه رو دوست دارید، بگیم باز براتون میذاریم. چند تا دیگه هم تو این کانال گذاشتیم که آخر این ویدیو خواهید دید که این گوشه بهتون پیشنهاد خواهد شد. تمریناتش رو میتونیم بذاریم، مسابقه دیگه شون هم میتونیم بذاریم. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، این سابسکرایب برای ما خیلی مهمه. مرسی از اینکه ما رو حمایت کردین و ویدیوهای دیگه هم اینجا بهتون پیشنهاد شده برید ببینید نظرتون چی بود در مورد این برنامه، بهمون بگید. مرسی.